LG G4. سلام بر بیننده های محترم تیوی پلاس، اینجا برج میلاده. من فکر کنم آخرین باری که ما اومدیم تو برج میلاد و گزارش تهیه کردیم جشنواره فجر و حواشی و اون اتفاقای جشنواره پرحاشیه فیلم فجر بود که کلی هم برای ما و شما شاید خاطره ساز شده باشه، اما امشب ما اینجاییم تا بعد از حدود 3 سال شاهد اجرای اولین کنسرت پاپ در سالن همایش‌های برج میلاد باشیم. بهنام صفوی بعد از طی مراحل درمانی خودش امشب به توصیه پزشکش فقط تونست 1 سانس اجرا کنه، ولی واقعا فوق‌العاده بود و همه یه سالن رو به وجد آورد و سالن یه جورایی روی هوا بود. کلی مهمون دوست داشتنی مثل احسان علیخانی، بابک جوانبخش و سیروان و زانیار و علیرضا نیکبختم توی سالن بودن. اجرای بهنام رو دیدم. من فقط قبل از اینکه این گزارش رو شروع کنین و ببینین، دلم می‌خواد یکی دو تا جمله بگم. اونم اینه که اینقدر همدیگه رو قضاوت نکنیم و قدر همو تا اون لحظه‌ای که هستیم بدونیم. یعنی که چی اینقدر مورد پرستی؟ یعنی منتظریم فقط یکی بمیره بعد بریم زیر تابوتش وایسیم؟ یکم با هم مهربون‌تر باشیم و قدر همو بدونیم. ما یک هفته پیش با بهنام صفوی عزیز گفتگو کردیم، 4 تا کلمه حرف حساب زد و بعد تو صفحه اینستاگرام تی وی پلاس و صفحه خودش کلی هجمه اومد و توهین. ما منتظریم که انگار یک کلمه حرف بشنیم تا توهین کنیم. این کارو نکنیم دیگه. خیلی مخلصیم، ببینیم گزارشو. عمر آزگار پی تو میگشتم، با یه قلب بیقرار پی تو میگشتم. دست توی دلم نزار، دست بذار تو دستم، آخه من دیوونه وار دل به تو بستم. مثل ابرای بهار باریده چشما، توی بیداری خواب تو رو دیده چشما. مثل ماه به من بتاب تا جون بگیرم، من دیگه بدون تو جایی نمیرم. شما معمولا عادت داریم که تو سالن نمایشگاه ببینیم تو کنسرت خوردم، ولی تو برج میلاد برای کنسرت بهنام ببینیم. چی شد اینجا اومدی میشه؟ اینکه اول من سلام میکنم، مرسی از شما، خیلی خوشحالم که بازم ببینمتون. و اینکه بهنام عزیزم خیلی خیلی دوست دارم و خیلی خوشحالم که بعد از حالا اون دوره مریضی باز تونست رو استیج باشه. خیلی هم لذت بردم، خیلی خیلی اجرای خوب و بسیار خواننده خوبیه، بسیار با احساس و
بسیار هم درست میخونه، این خیلی مهمه. خب یه موزلی که تو این شبکه‌های اجتماعی هست اینه که تو سر مرتضی هم اگه بشین اتفاقی بود دیگه، تا یه تایم همه میگفتن این داره فیلم بازی میکنه برای اینکه بیلیت بفروشه، این روزا برای بهنام این اتفاق افتاده، این چجوری میشه حلش کرد؟ اصلا در مورد این قضیه چه نظری داری؟ میدونی خیلی سخته در مورد این قضیه صحبت کردن، فقط من فکر میکنم که هیچ کس دوست نداره بیمار باشه یا بخواد در واقع فکر کنم سلامتی انقدر ارزشمنده، از همه چیز مهمتره، واقعیته. و من فکر میکنم که بعض وقتا شاید یه خود بیرحمی میشه و قدیما یعنی فکر میکنم انقدر راحت نمینوشتم، من خودم یه گلگی کوچیک دارم، ما جدیدن هر چیزی که بهش فکر میکنیم و مینویسیم، این به نظر من زیاد جالب نیست، یعنی ببخشید البته بل نسبت اون از که رعایت میکنم، ولی شاید شما مثلا به نظرتون بیاد یه کسی رو ببینید، مثلا به نظرتون بیاد که آی چرا مثلا کتش مثلا این رنگیه، خب چه فرقی میکنه آدم مثلا یه چنین چیزی رو بنویسه، میدونی؟ این قضاوت خیلی راحت. آره خیلی راحت. حالا اینه که دارم میگم واقعا یه چیز خیلی ساده است و به خاطر همین من احساس میکنم که خیلی از مسائل شاید این روزا یه مقدار من ازش خودم ناراحتم، ولی امیدوارم که بیرحمی نشه، یعنی بعضی وقت دل آدم میشکنه. در مورد برج میلاد بلند شدی کل سالان ترکید، دل تنگ نشده برای استیج برج میلاد؟ خودت هم میشه راه میاستیج یه چیزی بگم؟ به واقعیت نه، دلم تنگ نشد، به خاطر اینکه هر جا که مردم باشن برای من خوبه، من همیشه خوشم، من الان تو خیابونم استیج بزنم مردم از اون باشن با جون و دل میخونم، خیلی هم خوشحالم، اصلا هم دلم تنگ نشد. علی جان خسته نباشی، حضور تو کنسرت بهنام برای ما بگو چی شد اومد. خب اول از هر چیز جا داره که واقعا سلامتی بهنام هم بهش تبریک بگه، همین که واقعا تبریک دوم به خاطر اینکه اینقدر انرژی داره، با این مریضی دست و پنجه نرم کرد ولی تونست غلبه کنه به نظر من، و جای بسی خوشحالی داره که همچین خواننده عزیزی که بین ما هستش و با این انرژی با این صدا، شما دیدید چقدر مردم پرشور پرهیجان این دوست عزیزمون بهنام عزیزمون که ایشالله همیشه سلامت باشه رو تشویق میکردن. واقعا حیفه همچین صداهایی همچین، چون فکر میکنم همه ما میدونیم سال بعدی داشتیم واقعا، چه حالا نظر هنری چه نظر فوتبالی چه نظر مردم عزیزمون سال بعدی داشتیم، امیدوارم که این سال زودتر تموم بشه و واقعا این ماجراها رو دیگه نبینیم. احسان علی خانی مرسی که وقت در اختیار ما قرار دادی، تو معمولا کمتر میشه بیای کنسرت، سال یه بار دو بار، ولی امشب تو برج میلاد و کنسرت بهنام تو رو دیدم. آره عرض کنم که خیلی خوب بود، الان به خودش گفتم، به خود بهنام گفتم که یکی این که از آخر اجرا که از بهنام من دیدم سالها قبل خیلی بهتر بود، بهش گفتم من آخر اجرا که از دیدم خوب نبود، خودش هم کلی خندید گفت درست میگی، امشب خیلی بهنام مسلط بود رو صحنه به نظرم و چقدر خوب بود، چقدر کول بود، چقدر با انرژی بود، چقدر خوب ارتباط گرفت. Thank you.
مسئله فیلتر صفحه من بگم که صفحه من فیلتر هستش. حالا شاید توی بعضی از در واقع دوستانی که از مراکز اینترنت تهیه میکنن که حالا نمیدونم چه شرکت هایی هستن شاید باز بشه، ولی اونجوری که من اطلاع دارم و خودم از اینترنت اون اینترنت دارم استفاده میکنم، صفحه من این یه جورایی چیز هستش، فیلتر هست، و اونم به خاطر اینه که شما 3-4 تا عکس اول و پست اول شاید بتونی ببینی، ولی وقتی میرید به وسطای پست یا به آخرای پست اونجا مشخص میشه که هیچی باز نمیشه. بنام اجرای خیلی خوبه تو که بذاری امشب کنار یه اتفاقی که 17 مهر 94 به من تابو شکنی در واقع میشه گفت مطرح است. حضورت تو برج میلاد بود بعد فکر کنم 3 سال یا حالا 3 سال نیم، یا خواننده پاپ مجوز اجرا روی استیج برج میلاد رو تونست دریافت کنه. چطور بود برج؟ برج که خیلی خوب بود. واقعا تشکر میکنم از همه مسئولینی که یه جورایی تو این زمینه با ما همکاری داشتن و لطف داشتن در واقع و گذاشتن بعد از این مدت طول در واقع بیماری که داشتم و درمانی که طی شد خاطر روحیم برج میلاد در اختیار من قرار بدن. همونطور که میدونی خب برج چند وقتیه برای موسیقی پاپ در اختیار خواننده قرار نمیگیره و من از این بابت کمال تشکر دارم و امیدوار هستم که بقیه خواننده ها هم دوباره مثل اول یه روالی پیش بیاد که توی برج میلاد بتونن کنسرت بزنن، یعنی بتونیم همه با هم کنسرت بذاریم. شده اجرات فشارم آورد بی‌تعارف یا نه همه چی خوب بود؟ خب فشار آورد، بدون تعارف فشار آورد. چند جا من واقعا یه جایی حالم هم بد شد، ولی خب خیلی خودم کنترل کردم، ولی به خاطر اون ذوق و شوق و ذوقی که می دیدم از مردم و انرژی که گرفتم همینجوری حالی واسادم و اجرامو تا آخر دادم. اجرای بعدی که شل بعد محرم سفر برنامه داری برای تور شهرستان یا نه ترجیح میدی فعلا استراحت کنی؟ خب این استراحت رو من دیگه تو امان باید داشته باشم تا جایی که دارم زندگی میکنم و فشار زیاد به خودم نیارم، ولی قطعا برنامه ریزی شده که تور کنسرت های شهرستانم رو برگزار کنم و همینطور کنسرت های تهران به فاصله های خیلی کمتر.